سلام خدا را لطفی هستم در خدمت شما این با آموزش داد نت کو وارد محیط ویژوال استودیو میشیم دقت فرماید توی قسمت پروژه‌ای که اخیرا باز کردید یا ادیت کردید رو یا کرییت کردید اینجا نشون داده میشه اینجا هم حالا آیتم های مختلفی داره یکی از آیتم ها هستش کرییت کردن یک پروژه من میخوام یه پروژه رو کرییت کنم میگه از چه زبانی میخوای استفاده کنی زبان اف سی پلاس پلاس یا حالا چه زبان من سی شارپا رو فقط نشونم بده برای چه پلتفرمی میخوای من میگم برای ویندوز میخوام حالا واسه وب میخوام بنویسم دسکتاپ و وب حالا اون آیتم هایی که برای اینا فیلتر شدن رو نشونم میده خب دقت کنید من اینجا دانت کور رو انتخاب میکنم و نکست میزنم یه اسمی بهش میدیم حالا من میزنم وب اپ صفر یک کجا ذخیره بشه داخل حالا ویدوها توی پوش ویدوها و اپ اینجا میگم توی پوش کورس ذخیره بشه و این کریت رو میزنم خب دقیقه فرمایید اینجا میگه که دات نت فریم ورک میخوای یا دات کور میگم دات کور میخوام باشه اون حالا ورژن داد کنی که روی سیستم من نصب رو لود میکنه من 2019 نصب کردم این دوتا رو به صورت بای دیفالت که خودش ریکامنت میده برامون نصب کرد من سه و یک رو انتخاب میکنم تمپلیت های مختلفی داره برای ای پی آی میخوای بنویسی وب اپلیکیشن یا انگولار ریاکت و هر کدوم استرایشن خودشون رو دارن من الان میخوام فقط برای ام وی سی که وب رو انتخاب میکنم MVC باشه خب و کریت رو میزنم خب دقیق بفرمایید استراکچر کلی پروژه داد کوری که کریت شد برامور اینجا هستش توی اون های پایکتت سرویسز و یک دپندنسی داره دقیق بفرمایید توی دپندنسی الان چند تا پوشه داریم یک های فریم داریم یه حالا از دیرلایی که از نیوگیت میگیریم رو اینجا اضافه ما با اینا هنوز کاری نداریم چون هنوز فقط میخوام استرایشرش رو ببینیم یک حالا پروپرتیس هستش که یک فایلی داخلش هستش به اسم لانچ سیتینگ جیسون برای استارت زدن این پروژه اون سیتینگ و اون استیتاش داخل این هستش مثلا میگه از پورت فلان استفاده کن رو فلان آدرس بیا بالا و این آیتما رو که اینجا میبینید و با تغییرشون شما میتونید ببینید حالا میگه برای چه محیطی هستش محیط هایی که هستش حالا تو این محیط development هستش اینا رو میبندید پس یک لانچ سیتینگ داریم یه فایل لانچ سیتینگ که مشخصات کلی پروژه برای استارت زدن و شروع کردن به کار داخل این گوشه هستش حالا میریم بعدا یه سری بهش میزنیم و یکم تغییرات باش کار یه پوشه یه www root که تمام فایل های استاتیکمون مثل حالا CSS اسکریپت و حالا HTML پیجی چیزی داشته باشیم داخل این پوشه باید قرار بگیره اگر داخل این پوشه قرار ندیم بهش دسترسی نداریم پس باید تمام CSS ها JavaScript ها لایبری ها حالا سراب, جیکوری و اینا باید داخل پوشه ایه www روز قرار بدیم که بتونیم ازش استفاده کنیم من اینو میبندم میرم سراغ کنترلر گفتیم MVC سه قسمت داره یک کنترلر مدل و یک ویو کنترلر دقت بفرمایید بای دیفالت یک کنترلر برای ما گذاشته یک حالا هوم کنترلر با اینا کار میکنیم و باهاش آشنا میشیم که مثلا یک ایندکس داره یک اکشن ایندکس داره کنترلر حالا مدل هایی که داره داخلش و اینجا هم میبینید که توی ویو ها به اسم کنترلر یک پوشه ساخته هوم کنترلر یک پوشه داره به اسم هوم که کل حالا ویو هاش اینجا قرار داده میشد یک حالا شیرت داریم که لایوتان داخلش هستش میگم بهتون لایوتو چی قسمت هایی از پراغون یوهایتون که بین تمام یوهایتون مشترکه توی لایوتو میذارن یه چیزی شبیه مستر پیج که قبلا داشتیم حالا دا اگه وب فون کار کردید داخل شیرت قرار میگیره و با هاندرلاین شروع میشه این هم از حالا ویو ها ها و مدل ها و یک فایل خیلی مهم میداره من اینو ببندم یه فایل خیلی مهم میداریم به اسم اپ سیتینگ اپ سیتینگ مثل حالا وب کانفیگ میمونه تمام سیتینگ برنامه میتونیم اینجا قرار بدیم و ازش استفاده کنیم حالا با این فایل ها کم کم آشنا میشیم و با همشون کار میکنیم یه فایل دیگه داریم به اسم پروگرام سی اس دقت فرمایید مثل همه زبان های حالا سی پلاس سی جاوا سی شارپ هم یک تابع اصلی داره به اسم مین که کل برنامه از اونجا شروع میشه این تابع مین دقت فرمایید تابع اصلی دادنت هستش که اینجا اومده گفته کریت هاست بیلدر یه هاستی رو برام بیلتون همین بعدش بیلدش کرد رانش کن دقیقا بفرمایی این متود همین متودی که پایین اینجا هستش و اینجا حالا هاست کریت دیفالت بیلدر اینجا اومده و حالا کانفیگ خاص خودش رو داده و اجراش کرده دقت فرمایید دال نت کور از یک سروری استفاده میکنه به جای اس اومده از یه سروری دیگه استفاده میکنه به اسم کستریل سرور کسترل حدودا 50 برابر سریعتر از آی ای بای دیفالت هم روی اون سرور هست شما میتونه اون رو, رو روی آی کانفیک اس کانفیگ کنید اما بای دیفالت روی اون سرور هستش که هم همون سرور کستر رو که سریعتر هستش پرفورمنسش بهتره استفاده میگیم استفاده میکنه. خب دقیقاً به فرمای یه دونه داره میگه یوز استارت آپ تو از این استارت آپ استفاده کن برای کانفیگاش من میگه که از این استارتاپ این استارتاپ همین فایلیه که اینجا قرار داره دقت فرمایید اینجا اگر من فایلش رو کلیک کنم میام داخل این استارتاپی که اینجا هستش استارتاپی که اینجا هستش زمانی که پروژه استارت زده میشه این کانفیگا ست میشن و شما میتونید از اون استفاده کنید که بیشتر کار هم داخل این فایل هستش اگه دقت فرمایید یه سازنده داره که یک حالا ورودی از آی کانفیگوریشن داره میاد و اون کانفیگ اد میکنه این بهتر بود که بالا می نوشتنش که من بفر یک بالا پرپتی کانفیگور داره. کانفیگوریشن داره که اینجا تو سازنده ست کرده این حالت رو بهش میدن اینجکشن که توی قسمت‌های بعدی باش خیلی آشنا میشه خب یک فانکشن خیلی مهم توی این کلاس استارتاپ هست به اسم کانفیگوریشن سرویس دقت بفرمایید دات نت کور نیومده همه فیچرها و سرویس هایی که داره رو همون اولش براتون اینیشییت میشه بذاره داخل پروژه و ازش استفاده کنید چون سرویس های زیادی داره هر فیچری که هر کاری که بخواید انجام بدید تو حالت یه سرویسی میده بهتون و میتونید از اون استفاده کنید شما فقط کافیه مثلا اون سرویس رو بیایید اینجا اد کنید که تو قسمت های بعدی میدینید و توی قسمت کانفیگور اون اپ رو بگیرید که میخوایم از چی استفاده کنیم و اون حالا فیچر براتون فعال میشه و میتونید ازش استفاده کنید مثلا میخواید از سشن استفاده کنید باید اینجا حتما بنویسید سرویس مثلا داد سشن که بدونه میخواید از سشن استفاده کنیم این نیست که بای دیفالت براتون قرار داده بشه این باعث میشه که سبکتر باشه سریعتر باشه و از هر فیچری که میخواید استفاده کنید قبلا تو پروداکت قبلیش اینجوری نبود خب یک فانکشن کانفیگور داره در فرمایید اینجا میگه این اپ حالا آی, آی اپلیکیشن بیلدر که میاد اگر و یک انوایرمنت میاد متغیر انوایرمنت که تشخیص میده شما الان تو چه محیطی هستی توسعه دیو تست تو چه استیجی هستی اگه حالا توی دو هستید حتما خطا رو نشون کاربر بده که بدونه خطاهاش چی هستش اگه نه او به ماژول exception هندلر سنت ستش کن و اون خطا رو به اونجا ارسال کن که کاربر نتونه اون خطا رو ببینه و اگه تو حالا از یوز اچ استفاده میکنه که میگه این سیروز فری هستش بعد از اون لایسنس بگیرید حالا ما سعی میکنیم از این حالا خودمون یک اکسپشن هندلر بنویسیم که از اون استفاده کنیم که درگیر لایسنس این آیتما نشیم خب یه دونه یوزر HTTP ریدایرکت داره شما اگه بخواید ریدایرکشن داشته باشید باید اینو انجام بدید و این یوزر رو استفاده کنید حالا با این هم صحبت میکنیم در مورد میدیل را فقط میخوام استراکچر کلی پروژه رو ببین مثلا من میخوام از استاتیک فایل استفاده کنیم استاتیک فایل ها بودن که داخل www دبلی روت بودن میگه اگه میخواید از اون فایل ها استفاده کنید باید اینجا بگید که من فایل استاتیک رو میخوام استفاده کنم که من بتونم حالا اون میدل ویراش رو براتون بیارم داخل برنامه لود کنم که شما بتونید به فایل های استاتیک دسترسی داشته باشید یوز روتینگ شما اگه میخواید از فیچرهای روتینگ استفاده کنید باید حتماً اپ روتینگ رو بزنید همچنین مثلا اتوریزیشن و یوز اند پوینتس میگه حالا میخواهید از روتینگ و اند پوینت استفاده کنید دیفالتش اینه که اسم کنترلر رو میزنید بعد اسم اکشن رو حالا یه آیدی هم میدید این سوال یعنی که آپشناله میتونه وارد بشه میتونه وارد نشه بای دیفالت حالا اگه کنترلر رو نزنه هومه و اگه اکشن رو نزنه بای دیفالت اکشن ایندکس رو براش لود میکنیم حالا ما با این آیتما زیاد کاری نداریم خیلی کم اومدیم داخلش و فقط میخوایم استراکچرش رو ببینیم یک استراکچر کوچولو داره که ما با هم این استراکچر رو تو کورس های بعدی سعی میکنیم دوره کنیم و باش کار کنیم بیشتر آشنا